سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان عزیزان. برای من افتخار امروز در کنار یادگار شهید سپهبد جهانبانی، خانم گلی جهانبانی، خدمت شما هستیم تا بتونیم بیانیه اختتامیه این روز بزرگ رو که از این به بعد به نام حماسه لس آنجلس به نظرم با این طیف جمعیت بالای 100,000 نفر جمع شدین رو گرامی بداریم. بیانیه اعتراضات جهانی 11 فوریه 2023-22 بهمن 1401، 11 فوریه 1979 22 بهمن 1357 سیاه‌ترین روز تاریخ معاصر ایران است. روزی که تا ابد در بدنامی خواهد ماند. این اتحاد ارتجاعی خبیث فاشیست های تمامیت خواه، این جمهوری اسلامی، این ولایت فقیه، نفرت و تروریسم خود را به سراسر جهان صادر کرده است. همانطور که 44 سال مردم ایران را وحشیانه در داخل کشور سرکوب و ترور کرده است، امروز ما در اینجا و در سراسر جهان گرد هم آمده ایم و در یک هدف متحد شده ایم. ائتلافی از گروه ها، افراد، سازمان هایی که نماینده اقوام، مذاهب، فرهنگ ها، وابستگی های سیاسی بسیاری هستند و به عنوان صدای مردم ایران که بی تردید شجاعانه و پیگیرانه راهنمایی کردند، اعتراض نمودند و برای عدالت، آزادی، دموکراسی و برابری فریاد زدند و گفتند و میگویند نه به جمهوری اسلامی و آری و آزادی، رفاه، صلح، شادی و دموکراسی از راه انتخابات قانونی آزادانه و عادلانه با تظاهرات مسالمت آمیز راهپیمایی می کنیم. ما از جهان آزاد می خواهیم که در حمایت از مردم ایران در تلاش برای تحقق آرزوهایشان به ما ببینندن. آرزوهای از قدیم تغییر رژیم، انتخابات آزاد و عادلانه، حقوق بشر، دموکراسی سکولار، صلح، رفاه و امنیت منطقه‌ای و به رسمیت شناختن این که جنبش ما واقعی، ائتلاف ما حقیقی و عزم ما قوی تر از هر زمانی است. مردم ایران از جهان آزاد، دولت‌های دموکراتیک جهان، رهبران و نمایندگان جهان آزاد می‌خواهند که با تروریست‌ها و فاشیست‌های وحشیان‌ها که مردم ایران را به قتل می‌رسانند، ترور می‌کنند، شکنجه می‌کنند، کتک می‌زنند، تجاوز می‌کنند، ظلم می‌کنند، از یکدیگر جدا می‌کنند، تفرقه می‌اندازند و زندانی می‌کنند و شکستشان می‌کنند و حیثیت و فرهنگ تاریخشان را از بین میبرند، آنها و جهانیان را گروگان میگیرند همکاری و مذاکره نکنند.